بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی یورو نیوز یه مطلبی رو به نقل از جروزالم پست اسقاطیل منتشر کرده که میخوایی با همدیگه مرورش بکنیم پایان جنگ قزه اسقاطیل معامله با عربستان را میپذیرد یا تن به شرایط ایران میدهد بریم ببینیم چی گفتن جروزالم پست در گزارشی به قلم خبرنگار خود آورده است که ایران ممکن است بتواند تحت شرایطی مسبب پایان یافتن جنگ در غزه شود و از این راه گذر اعتبار و نفوذی بیش از عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای خود در خاورمیانه کسب کند. نویسنده گزارش فقدان یک استراتژی کلان برای اسقاطی را در این زمینه دخیل دانسته و آورده است که این موضوع ممکن است سبب شود تا ایران با کسب اعتبار برای پایان دادن به درگیری غزه نفوذ بیشتری در منطقه به دست آورد وی در ابتدای این احتمال را که ایران و حزب الله به صورت هماهنگ شده به اسقاطیل حمله کنند بسیار زیاد دانسته و آورده است که این حمله ممکن است حتی در زمان انتشار گزارش صورت گرفته شده باشد نه فعلا صورت نگرفته فعلا داریم با اون معطل کردن اقتصادشون رو فلج میکنیم خبرنگار جروزالم پست در ادامه یادآور می‌شود که اگر این حمله انجام نشود و یا حتی اگر صورت بگیرد و در نهایت متعاقب آن توافقی برای آزادی گروگان ها میان اسقاطیل و حماس به دست آید ایران و حزب الله خواهند توانست به جای سعودی ها اعتبار پایان دادن به درگیری های منطقه‌ای را به نام خود ثبت کنند البته اینجا بهتون بگم که از تلاش های اردوغان برای این کار قافل نشید اردوغان با یک حرکت منافقانه در ظاهر میاد حمله میکنه به اسقاطیلیا در باطن داره باشون تجارت میکنه و اتفاقا خیلی دوست داره که در ظاهر برنده او باشه مرد اخلاق او باشه بگن به به عجب سیاست مداری تونست منطقه رو از این التحاب نجات بده از اون طرف ناجی مردم مظلوم فلسطین در غزه شد یعنی به شدت دنبال اینه که اگر آتش بسی چیزی هر اتفاقی تو منطقه افتاد به نام خودش بزنه از این غافل نشید دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از چند ماه پیش معامله بزرگ را به اسقاطیل پیشنهاد کرده است توقف جنگ با حماس به شکل پایدار اونم در ازای بازگشت گروگان ها و در نهایت عادی سازی روابط با عربستان سعودی که اسقاطیل پیش از 7 اکتبر و در پی اون جنگ غزه در آستانه دستیابی به اون بود خب میدونید دیگه کریدور عرب از هند میومد وارد امارات میشد بعد عربستان بعد اردن بعد اسقاطیل بعد مدیترانه بعد اروپا یک کریدوری بود که تقریبا میشه گفت ایران رو دور میزد از اون طرف تو جمهوری آذربایجان فتنه هایی رو در نظر گرفته بودن درگیر کردن آذربایجان و ارمنستان به بهانه کریدور زنگزور که جمهوری اسلامی محکم ایستاد گفت تغییر در مرزها و ژئوپلیتیک منطقه هرگز خب راهکار چی بود همون زمان توی کانال تلگرام و ایتاون نوشتم که الان برای پایان دادن به فتنه آذربایجان باید اسکاتیل رو شخم زد شاید کمتر از یک هفته بعد تو نوار قزه از این منطقه به ها حمله بردن و این یورش یک افتضاحی برای ها بود هم ضعف امنیتیشون رو نشون میداد هم ضعف اطلاعاتیشون رو نشون میداد هم ضعف نظامیشون رو نشون میداد که آقا از قزه قزه که محاصره است تقریبا میشه گفت که بزرگترین زندان روباز رو جهان دیگه اینا تونسته بودن نفوذ کنن و آبروی نداشته ها رو به باد دادن این در ظاهر فقط یک حمله نظامی بود اما در باطن تمام کاسه کوزه اینها رو به هم ریخت یعنی شما حساب بکنید کریدور عرب مد که رفت رو هوا کلا یه رقم بسیار بالای تا حدود 500 میلیارد دلار هم برآورد میکردن که آقا هزینه میشود و خب هند میاد از طریق امارات و عربستان و اردن و اسخاتیل به مدیترانه و بعد به اروپا میرسه ظاهرش این بود که به نفع هنده اما به نفع همه اینها بود و به ضرر ایران عزیز این طوفان الاقصا که الان یه میگن آقا چرا برای مردم غزه شما خودتون رو میکشید همون طوفان الاقصا یه امتیاز بزرگ برای ایرانه یعنی اگر با دید مادی هم بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم اتفاقا خدمت بزرگی به ایرانیا کردن همین طوفان الاقصا هم فتنه آذربایجان رو تا حدودی خونسا کرده البته فتنه در آذربایجان همچنان وجود داره و هم این بحث کریدور عرب مت که روحوا رفت کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب ما میتونه فعالتر بشه از اون طرف هم چین و حتی افغانستان یعنی چین بیاد از طریق افغانستان وارد ایران بشه یا بندر چابهار یعنی توسعه این بندر کمک میکنه به اون کریدور شمال جنوب ما که هندیا هم اتفاقا اینجا خیلی میتونن منافع خودشون رو دنبال کنن حتی روس یعنی اون اقلام صادراتی که از هند به روسیه و بالعکس هست از این کریدور شمال جنوب ما میاد و اوایدی برای ما داره ارزاوری داره پس یکی از دلایلی که اسقاطیل به دنبال عادی سازی روابط با سعودی ها بود حالا این جدا از اون صلح ابراهیم ها اگر این اتفاق می افتاد نه تنها خود سعودی ها چندین کشور عربی منطقه هم تمایل پیدا می کردن به اسقاطیل و این نفوذ اسقاطیل در این منطقه خطر جدی برای ایران ماست اینا این همه سال تلاش کردن از سوریه و عراق بتونن نفوذ کنن بحث حضور داعش در اونجا برای همین بود دیگه نفوذ به سمت ایران حالا که اون محقق نشد این توته خونسا شد اینجا بهترین جا برای حضور اسقاطیلیا بود بریم ادامه این گزارش هم داشته باشیم میگه این معامله بزرگ میتوانست تحولی عظیم در منطقه ایجاد کند با این توافق احتمالا شش کشور عربی و اسلامی دیگر و شاید هم شمار بیشتری از کشور منطقه روابط خود را با اسقاطیل عادی میکردن همین چیزی که الان گفتم دیگه شما عربستان امارات حتی قطر بحرین کویت اینا همه میتونستن سویچ کنن به سمت اسقاطیل و از طرفی روی عمان هم اثرگذار باشن عمانی که ما باهاش روابط خوبی داریم و اگر بتونیم عمان و یمن رو محکم پاشون بیستیم یه خطر بالقوه‌ای هست برای سعودی ها و حتی خونسا کردن توتهایی که اسقاطیل به کمک امارات متحده در شمال سومالی داره حتی من معتقدم که باید رو سومالی هم ما خیلی کار بکنیم یعنی که از جاهایی هست که دروازه ورود به آفریقا میتونه باشه درسته الان روی سودان مباحثی داریم اما خود همین سومالی هم خیلی میتونه کمک کننده باشه میدونید دیگه بیشترین دزدان دریایی تقریبا تو سومالی هن. و وقتی این ارتباط خوب بشه امنیت برقرار بشه چون وقتی آورده براشون داشته باشه روابطی که آورده اقتصادی برای کشور داشته باشه خب به هر حال اون جنبه های امنیتیش هم در نظر گرفته میشه و میتونه امتیاز مثبتی باشه بریم ادامه‌اشو بخونیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسقاطیل بنا به ادعای خبرنگار جروزالم پست چندین ماه است که معامله با عربستان را به طور مکرر رد کرده است دلیل این موضوع محل بحث و مناقشه است برخی میگویند که او خواهان توافق است اما منتظر روی کار آمدن دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ تا بتونه از طریق روابط که باش داره شرایط بهتری رو برای اسقاطیل در مذاکرات رقم بزنه برخی هم معتقدن که بنیامین نتانیاهو حاضر نیست حتی عبارت دولت فلسطینی رو به زبون بیاره حتی اگه این عبارت ته سالهای آینده در عمل الزام عملی چندانی در پی نداشته باشه برخی دیگه هم میگن که نخست وزیر اسقاطیل قصدی برای پایان دادن به حملات علیه حماس نداره چون او یا به واقع معتقده که حتی به بهای اعتبار جهانیش باید غزه رو برای چند سالم که شده تحت اشغال نظامی قرار بده و یا اینکه میترسه در صورت پایان یافتن جنگ توسط وزرای افراطی کابینش همچون اسموتریچ و بنگویر سرنگون بشه اما من به شما میگم که اصلا دلیل اینها نیست این پیشنهاد از طرف آمریکاست سعودی ها الان نمیتونن اقدام به این کار بکنن یعنی حتی اسقاطیلی الان بیان التماس بکنن سعودی ها نمیتونن در این شرایط اقدام مستقیم کنن اگر خاطرتون باشه تو حمله موشکی وعده صادق سعودی ها غیر مستقیم دخالت میکنن تو رهگیری یعنی به نوعی مدافع پدافندی اسقاطیلی ها میشن مستقیم هرگز نتونستن اعلام کنن تو همین چند روز اخیر که با یمنی ها درگیری های درگیری داشتن سر مسائل اقتصادی و اینها تحریم بانک ها یمنی ها کاری کردن که سعودی ها اومدن پای توافق سعودی که در برابر یمن زانو میزنه در برابر ایران کلا فاتحه بخون خصوصا بعد از اینکه روابط عربستان و ایران با وساطت چین دوباره شروع شده چون سعودی ها بعد از سویچ از آمریکا به سمت چین به نوعی باید تعادل رو حفظ کنن یه نیم نگاهی به تکنولوژی چین دارن یه نیم نگاهی به هسته‌ای دارن یه نیم نگاهی به تجارت با چین دارن اونم تو حوزه غیر دلاری یعنی پترو دلار رو کنار گذاشتن تا حدود 25 30 درصد خب این براشون مهمه سعودی ها فعلا نمیتونن مستقیم بازی کنن برای همین اسکاتیلیا نمیتونن برن سراش اینکه که بنیامین نتانیاهو رد کرده این همش بهانه است اما میگه ایران با پایان یافتن جنگ جسورتر میشود یعنی چی یعنی اگر بنا باشه اقداماتی که ایران داره انجام میده منجر به این بشه که اسقاطیلیا زانو بزنن بپذیرن آتش بس رو خب آتش بس یک افتضاح برای اسقاطیلیا است تعارف که نداریم ده یازده ماه از جنگ گذشته طوفان الاقصا یک آبروریزی برای اسقاطیل بوده در ادامه میاد برای اینکه مثلا این چهره رو بازسازی کنه بازیابی بکنه میگه آقا ما سه چهار تا هدف داریم غزه رو بگیریم اسرا رو برگردونیم هماس رو هم از بین ببریم حالا این سه چهار تا کار انجام نشده و مجبور آتش بس کنه خب این یعنی یه ننگ دیگه یه افتضای بزرگ حالا اگر ایران باعث این مسئله بشه ننگ در ننگ میشه برای اسقاطیلیا در واقع حرف این نویسنده جرزالم پست اینه که اسقاطیل الان دو تا راه پیش رو داره یک یا باید بیاد با سعودی ها معامله کنه وارد این صلح بشه روابطشون عادی بشه این عادی سازی روابط فشار رو بر ایران بیشتر میکنه چون اگر سعودیا بیان این پنج تا کشورم بیان به هر حال نفوذ اسقاطیل در منطقه است یعنی از اون حال و هوایی که تو جنگ غزه داره یه مقدار خارج میشه الان تو مخمس دیگه از پنج شش جبهه محاصره شده و اگر بتونه در همین اسنا بیاد با سعودی ها وارد یک روابطی بشه که نفوذ اسقاطیلیا رو اونجا بیشتر و مستحکمتر کنه جا پاشون رو اونجا سفت کنه خب این تحت فشار قرار دادن ایرانه یا باید بیاد به این سمت یعنی این کار رو انجام بده یا باید بپذیره که ایران و حزب الله بعد از اینکه حمله میکنن به اسقاطیل و به نوعی آسیب هایی به هیمنه پوشالی و اون میزنن مجبور بشه در نوار غزه این آتش بس رو بپذیره این مایه ننگ بر اسقاطیله بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنه خب این رو که نمیتونه انتخاب کنه چون جمهوری اسلامی علا رغم تمام تلاش های آمریکا، اروپا، خود اسکاتیل، برخی کشورهای عربی منطقه نتونستن ایران رو متقاعد کنن که حمله نکنه و ایران بارها و بارها مسئولین رد بالای نظامی و امنیتی و سیاسی اعلام کردن که حمله حتمیه، پاسخ حتمیه حالا کی کجا چجوری بزنیم این دیگه بماند پس این منتفیه میمونه دومی که عادی سازی روابط با سعودی هاست که بتونه ایران رو کنترل کنه اما این طرف باید تشکیل دولت فلسطینی رو بپذیره حتی اگر اینجا تشکیل دولت فلسطینی رو بپذیره اینجا نمیتونه به عادی سازی روابط با عربستان سعودی فعلا در حال حاضر فکر بکنه بنابراین به نظر من از هر دو جهت اسقاطیل الان تو منگن است تو یه حالت اره قرار گرفته چه حرکت به جلو چه بازگشت به عقب هر کاری بکنه آسیب می‌بینه. و این آسیب از زمان ترور شهید اسماعیل حنیه دوچندان شده تعطیلی شرکت ها فرار شهروندان چند تابعیتیش فرار سرمایه ها سرمایه گذاره دارن فرار میکنن جایی که امنیت نباشه سرمایه گذاری شکل نمیگیره و اینا ضرباتی است که جمهوری اسلامی بدون حمله وارد کرده اگر حمله اتفاق بیفته چه میشود الله اعلم حالا بعضیا گفتن که بله اینا هم که وای نمیسن نگاه کن ماسک نیستن اونا هم میزنن بله میزنن اما آیا میتونن به اهدافشون برسن یا نه این مهمه و از اون طرف تشدید این تنش ها باعث آسیب به اروپایی ها هم خواهد شد و ممکن اروپایی ها اگر تنش ها در منطقه ما زیاد بشه اروپایی ها آسیب ببینن و اتفاقاتی هم در اروپا بیفته درسته به ده برابر قیمت انرژی رو داد به اروپا اما دیگه آمریکا نمیتونه از پسش بر بیاد اگر بنا باشه های مهم هرمز و بابل مندب بسته بشه چون اگر تنش اینجا افزایش پیدا کنه یک جنگ شبه جهانی اینجا شکل بگیره شما یقین بدون که خروج انرژی از این منطقه به شدت سخت خواهد شد حالا من نمیگم مطلقا قطع میشه اما به شدت سخت خواهد شد و این اصلا مورد پسند اروپایی ها نیست آمریکا که البته استقبال میکنه اگر این اتفاقات بیفته اما قطعا اروپایی ها این فشار رو نمیتونن تحمل کنند. نه اینکه نخوان نمیتونن تحمل بکنن و این باعث میشه که اروپا هم ملتهب بشه امیدوارم که محور مقاومت روز به روز موفق تر باشه و بتونیم ان این قده سرطانی رو از منطقه برای همیشه بندازیم بیرون یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون